به نام خدای شفیع و صبور، خداوند دانش، خداوند نور. رضا ابراهیمی هستم، کوچیک بزرگی تک تک شما فرهیختگان. این کلیپ رو اختصاص دادم به کفش. دوستانی گرامی، همونطور که مستحضر هستید، در باستان به کفش چارق هم گفته می شد. در گویش های محلی کفش رو مثلا کوش میگن، مثلا یک مقدار گذشته تر پدر بزرگان ما به برخی از کفش ها میگفتن کفش های اوتلی. زیر این کفش ها دوستان حالا یک لاستیک های شبیه لاستیک ماشین و بالای اون رو با چرم درست میکردن که معمولا این هیزم شکن هایی که به کوه میرفتن از این کفش های اوتلی استفاده میکردن. در هر حال کفش در باستان هم کاربرد بسیار زیادی داشت و معمولا کفش علامت تمام کننده نیست و بعد از کفش علامت دیگه هم داریم. وقتی کفش یا چارق رو در جایی دیدید، اون رو مرکز دایره قرار بدید و تا شعاع 12 متری اون با دقت بررسی بکنید. اما ممکنه شما یک کفش داشته باشید و کنار کفش، دوستان گرامی، یک نعل باشه. خب کفش و نعل یعنی چی؟ وقتی کفش و نعل باشه یعنی یک در همون نزدیکی ها، دوستان گرامی، شما تپه‌ای رو خواهید داشت که میتونه در درون تپه یا اطراف تپه دفینه‌ای باشه. کفش به همراه مربع اگر باشه، دقیقاً به یک سردابه شما رو هدایت میکنه، یعنی یک ورودی خواهید داشت و سردابه و داخل اون سه تا اتاق که دو تا اتاقش فیک هست و اتاق سوم اتاق هدایا هست. ما دوستانی گرامی کفش رو داریم و اگر چند تا کفش رو داشته باشیم، اگر چند تا کفش باشه بایستی نگاه بکنیم ببینیم چند تا کفش اندازه هم هست، کدوم یکی از اینها بزرگتره، کدوم کوچیکتره. اون کفشی که بین اون 5 تا 7 تا هر چند تا تعداد کفش هست، هر کدوم از اونی که کفشی که کوچیکتر بود همون رو مبنا قرار بدید، هر کدوم بزرگتر از اون بود همون رو مبنا بدید. اگر اون بین اونها کفشی عجیب و غریبتر بود، چپه بود، اوریب بود، به هر طریقی بود، همونی که جلب توجه میکنه اون بسیار مهم هست و حتما بایستی اطراف رو بررسی بکنید. خدمتتون عرض بشه که اگر ما کفش یا چاروغی رو داشته باشیم که روی یک تخت سنگ حکاکی بشه، دوستانی گرامی، همون تخت سنگ حدود 1 متری اون رو با دقت کامل بررسی بکنید و اگر دازینگ دارید همون تخت سنگ و اطراف اون رو کامل بزنید. ابتدا خدمتتون عرض بشه که فضای خالی رو بزنید و بعد از فضای خالی میتونید خود جنس رو بزنید. اگر شما کفشی رو همینجوری خالی داشتید، عرض کردم تا شعاع 12 متری رو بررسی بکنید. اگر علامت دومی رو ندیدید، مطمئنن در همون نزدیکی ها، دوستان گرامی، یک سنگی هست که روی اون سنگ سوراخی هست. اطراف همون سنگ که زیرش سوراخ هست اگر کاوش بشه، مطمئنن شما به ساروج خواهید رسید و دفینه. در کل کفش یا چارق بسیار بسیار مهم هست و بایستی با توجه به موقعیت مکانی بایستی بررسی بشه. دوستانی گرامی، این رو عرض کنم خدمتتون، اگر بنده نماد کفش یا چارق رو عرض میکنم، این نماد و چارق رو دوستانی گرامی در مکان نامی بایستی باشه. یعنی شما اگر مکانتون نامی نباشه و تشریف ببرید در یک مکانی، شما یک سنگی رو ببینید شکل کفش هست، اون مورد قبول نیست. حتما بایستی اون نماد در مکان نامی باشه. لایک و سابسکرایب یادتون نره. ممنونم از همه شما خوبان. امضای خدا پای تمام آرزوها و رویاهای شما خوبان. حق نگهدار.